صلح و امنیت بین المللی از جمله مسائل حاد جهان امروز ماست و خلع سلاح‌های کشتار جمعی و فاجعه بار یک ضرورت فوری و یک مطالبه همگانی است. در دنیای امروز امنیت پدیده‌ای مشترک و غیر قابل تبعیض است. اونها که سلاح‌های ضد بشریت را در زرادخانه‌های خود انبار می‌کنند حق ندارند خود را پرچمدار امنیت جهانی قلمداد کنند. این بیشک نخواهد توانست نیز امنیت را برای خود آنها برمغان آورد. امروز با تأسف فراوان دیده می شود که کشورهای دارنده بیشترین تسلیحات هسته‌ای اراده ای جدی و واقعی برای حذف این ابزارهای مرگبار از دکترین نظامی خود ندارند و آن را همچنان عامل رفع تهدید و شاخصی مهم در تعریف جایگاه سیاسی و بین المللی خود می دانند. این تصور به کلی مردود و مطرود است. سلاح هسته‌ای نه تأمین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه 90 قرن 20 نشان داد که داشتن این تسلیحات نمیتواند رژیمی همانند شوروی سابق را هم حفظ کند. امروز نیز کشورهایی را میشناسیم که با داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنی‌های مهلکند. جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند. ما شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرده ایم و به آن پایبندیم. این به معنی چشم پوشی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای نیست. استفاده صلح‌آمیز از این انرژی بر اساس قوانین بین المللی حق همه کشورهاست. همه باید بتوانند از این انرژی سالم در مصارف گوناگون حیاتی کشور و ملتشان استفاده کنند و در اعمال این حق وابسته به دیگران نباشند. چند کشور غربی که خود دارنده سلاح هسته‌ای و مرتکب این کار غیرقانونی‌اند مایلند توان تولید سوخت هسته‌ای را نیز در انحصار خود نگه دارند. حرکتی مرموز در حال شکلگیری است تا انحصار تولید و فروش سوخت هسته‌ای را در مراکزی با نام بین المللی ولی در واقع در پنجه چند کشور معدود غربی تثبیت و دائمی کند. طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمریکا که دارنده بیشترین و مرگبارترین سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی و تنها مرتکب به کارگیری آن است، امروز می‌خواهد پرچم مخالفت با اشاعه هسته‌ای را به دوش بگیرد. آنها و شرکای غربیشان رژیم صهیونیستی غاصب را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز کرده و برای این منطقه حساس تهدیدی بزرگ فراهم کرده اند. اما همین مجموعه فریبگر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای کشورهای مستقل بر نمی‌تابند و حتی با تولید سوخت هسته‌ای برای رادیو داروها و دیگر مصارف صلح‌آمیز انسانی با هرچه در توان دارند ستیزه‌گری می‌کنند. بهانه دروغین آنان بیم از تولید سلاح هسته‌ای است. در مورد جمهوری اسلامی ایران آنان خود می‌دانند که دروغ می‌گویند، اما سیاست ورزی
اونگاه که کمترین اثری از معنویت در اون نباشد، دروغ را هم مجاز می شمارد. آیا اون که در قرن 21 زبان به تهدید اتمی می گشاید و شرم نمی کند، از دروغگویی پرهیز و شرم خواهد کرد؟ من تأکید می کنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد.